سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 جدید سال 1401 هجری خورشیدی که برابر می شود با 5 جنوری سال 2023 میلادی. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. امضای پیمان حوزه نفتی آمودریا با شرکت چینی. در حال حاضر از حوزه نفتی آمودریا روزانه نزدیک به 200 تن نفت استخراج می شود. قراردادی شرکت څخه مو غوښتنه ده چې د کشتري له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې د نړیوالو معیارونو سره سم پرمخ بوځي. احتمال برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان. این نشست و پیشنهاد دبی و ژاپن برگزار خواهد شد. برگزاری یکی نشست ها میتونه امید بخش باشه برای بهبود وضعیت زنان افغانستان، منوط بر اینکه نتایج یکی نشست ها منتج شود به تامین حقوق زنان افغانستان. تعهد امارت اسلامی به ایجاد حکومت فراگیر. امارت میگوید که به ایجاد یک حکومت فراگیر متعهد است. په دې هڅه کې د چنور هم د هر قام او هر سیمې سره تړنې هغه کسان چې متخصص دي په کار پوهېږي او افغانستان ته ژمن دي په همت کې په عمارت کې راګډ کړي. نگرانی بانک جهانی از توقف پروژه های ناتمام در کشور. ارزش این پروژه ها بیش از 4.9 میلیارد دلار گفته شده است. و هشدار تحریک طالبان پاکستان بر رهبران این کشور. تی تی پی هشدار می‌دهد که سران احزاب سیاسی در اقداماتی که در برابر این گروه صورت می‌گیرد اشتراک نکنند. من نصار نبیل هستم. وزارت معادن و پترولیم پیمان استخراج نفت حوزه آمودریا را با شرکت ملی نفت چین امضا کرد. وزارت معادن و پترولیم میگوید که این پیمان برای 25 سال است و در 3 سال نخست این شرکت در بخش بررسی معادن 540 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. بر بنیاد آمارهای این وزارت در حال حاضر از حوزه نفتی آمودریا روزانه نزدیک به 200 تن نفت استخراج می شود. پیمان استخراج نفت حوزه نفتی آمودریا با حضور مقامهای حکومت سرپرست و سفیر چین در کشور امضا شد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که استخراج نفت بلاک قشقری باید بر بنیاد معیارهای جهانی انجام شود. ملا عبدالغنی برادر از وزارت معادن میخواهد که برای عملی سازی بهتر کار استخراج از کارهای شرکت ملی نفت چین نظارت کند. قراردادی شرکت څخه مو غوښتنه داده چې د کشکری له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې د نړیوالو معیارونو سره سم پرمخ بوځي. همدارنګه له قراردادي شرکت څخه غواړو چې د سرپل ولایت خلکو ته د اجتماعي خدماتو په وړاندې کولو کې پوره اخلاص وکړي. سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید که در این برنامه برای 3000 تن زمینه ای کار فراهم خواهد شد. شهاب الدین دلاور می افزاید که بر بنیاد این پیمان نفت استخراج شده در داخل کشور پالایش خواهد شد. د ما یقین ده انشاءالله چې موږ او تاسې به په درې څلورو کلو کې بلکل خود کفایو او د موږ تاسې خپل تیل خو بس وي نورو ته به انشاءالله صادرو. از سوی دیگر سفیر چین در کابل میگوید که برای موفقیت این پروژه نیاز به همکاری دو جانبه است. هر دو طرف باید با هم کار کرده و از نزدیک همکاری کنند تا پروژه را به یک مدل موفق همکاری چین و افغانستان تبدیل کنند و این کار اعتماد به نفس بیشتری را برای سرمایه گذاران برای توسعه تجارتشان در افغانستان افزایش می دهد. نزدیک به 2 میلیارد بشکه مواد نفتی در کشور ذخایر نفتی ما هست و همچنان ما سالانه 2.5 تا 3 میلیون تن مصرفی کشور هست. از طرف هم نیازهای کشور مرفوع می شود و هم درآمدهای اقتصادی خوب را به همراه خواهد داشت. 11 سال پیش نیز پیمان استخراج نفت حوزه نفتی آمودریا با این شرکت امضا شده بود، اما به علت کمکاری دوباره فسخ شد. اکنون بار دیگر قرارداد استخراج این حوزه نفتی کشور به شرکت ملی نفت چین واگذار شد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت کار بانوان در افغانستان هفته آینده نشست را برگزار کند. خبرگزاری رویترز نوشته است که این نشست به پیشنهاد ژاپن و امارات متحده عربی پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. همزمان با این وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن متحد به تامین حقوق زنان در افغانستان است و از آنان پشتیبانی خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست امارات متحده عربی و ژاپن نشستی را پشت درهای بسته درباره ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیر دولتی برگزار خواهد کرد.
امارات متحده عربی و ژاپن با توجه به آخرین تصمیم های اعلام شده طالبان و اثرهای این تصمیم ها بر اوضاع بشری خواهان برگزاری نشست خصوصی شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز 13 ماه جنوری درباره افغانستان شدند. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مراسم نخستین راهبرد آمریکا درباره امنیت اقتصادی زنان جهان میگوید که واشنگتن از زنان افغانستان پشتیبانی میکند. ما متحد هستیم که در هر جایی که حقوق زنان مورد تهدید قرار میگیرد از جمله افغانستان دفاع کنیم، زیرا متاسفانه همچنان شاهد تعمیق و بدتر شدن آن هستیم. شماری از آگاهان میگویند که برگزاری چنین نشست ها در حل مشکل کار و آموزش بانوان اثرگذار خواهد بود. برگزاری یک چنین نشست ها میتونه امید بخش باشه برای بهبود وضعیت زنان افغانستان، منوط بر این که نتایج یک چنین نشست ها منتج شود به تامین حقوق زنان افغانستان و گام های عملی چون ختم ممنوعیت حق آموزش، کار و تحصیل و رعایت تمامی حقوق ابتدایی و اساسی زنان افغانستان. تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی واکنش های زیادی را به همراه شده است و امارت اسلامی تا هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. معاون سیاسی ریاست وزرا در دیدار با معاون سیاسی یونما میگوید که امارت اسلامی به ایجاد یک حکومت فراگیر متحد است. مولوی عبدالکبیر می افزاید که امارت اسلامی می کشد تا چهره های متخصص و متحد از هر قوم و منطقه را در حکومت شامل بسازد. از طرف هم معاون سیاسی یونما در این دیدار گفته است که فرمان های پسیر حکومت سرپرست درباره کار بروان بر کمک های جامعه جهانی اثر بد خواهد گذاشت. معاون سیاسی ریاست الوزراء با مارکس پودزل معاون سیاسی یونما درباره حکومت فراگیر، کار و آموزش دختران و کمک‌های بشردوستانه گفتگو کرده است. دفتر مسئول رسانه‌های معاونیت سیاسی ریاست الوزراء می‌گوید که مولوی عبدالکبیر از تعهد امارت اسلامی درباره ایجاد حکومت فراگیر اطمینان داده است. په دې هڅه کې د جنور هم د هر قام او هر سیمې سره تړنې هغه کسان چې متخصص دي په کار پوهیږي او افغانستان ته ژمن دي په امت کې په امارت کې راګډ کړي. در این دیدار مارکس پودزل گفته است که کمک های بشری سازمان ملل متحد به شهروندان افغانستان ادامه دارند، اما یونما از اوضاع کنونی درباره تحصیل و کار بانوان در افغانستان خوشنود نیست. از سوی هم وزیر معادن و پترولیم اطمینان می‌دهد که مشکل کار و آموزش دختران از میان برداشته خواهد شد. دی علم خوش یک علما کوم انداز دی علم پیدنی بل سو کې نه پیدنی خبر دی امر انسانی سویدا او موږ به انتظار کوو چې ان شاء الله دشي او هغه وشي چې ټول مشکلات به حل کیږي. شماری از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که ممنوعیت کار و تحصیل زنان در کشور اثر بد بر اوضاع کنونی کشور خواهد گذاشت. بسته‌ماندن مکاتب، دانشگاه و ممنوعیت کار طبقه اوناس در افغانستان اثرات منفی در حال و در آینده خواهد داشت. اثراتی که جبران پذیر نخواهد بود. حق تحصیل و حق کار در چارچوب شریعت مشخص برای هر طبقه از جامعه، خصوصا طبقه نسوان، و امارت اسلامی انشاءالله باید کوشش بکنه که هر چه زودتر این بستر رو مهیا بکنه. نزدیک به دو هفته می شود که کار بانوان در نهادهای غیر دولتی به حالت تعلیق در آمده است و در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست، شماری از نهادهای مددرسان فعالیت‌هایشان را در افغانستان متوقف ساختند. وزیر داخلی پاکستان میگوید که وی هیچگاه نگفته است که اسلام آباد به خاک افغانستان حمله میکند، بلکه کشوری که منافع پاکستان را به خطر اندازد با آن درگیری خواهد شد. این مقام پاکستانی در یک نشست خبری میافزاید که بر بنیاد تصمیم شورای امنیت ملی پاکستان باید با حکومت طالبان در افغانستان گفتگو شود. وزارت دفاع حکومت سرپرست میگوید که امارت اسلامی برای از میان برداشتن این مشکل آماده گفتگو است و به کس اجازه حمله را نمیدهد. وزیر داخلی پاکستان در این نشست خبری درباره سخنان اخیرش میگوید که او هیچگاه نگفته است که اسلام آباد بر خاک افغانستان حمله میکند، بلکه کشوری که منافع پاکستان را به خطر بیاندازد با آن درگیر خواهد شد. رانا ثناءالله خواهان از میان برداشتن مشکلات از راه گفتگو با حکومت سرپرست افغانستان است.
من در سخنرانیم نگفتم که می خواهیم به افغانستان یا در آنجا به کسی حمله کنیم، اما بر بنیاد قوانین بین المللی اگر هراس افغانی حضور داشته باشد و هشدار دهد که به مکان حمله خواهد کرد، ما می توانیم در هر جایی با آنها مقابله کنیم. ما سخنگوی وزارت دفاع حکومت سرپرست می گوید که امارت اسلامی برای از میان برداشتن این مشکل آماده یک گفتگو است. هر آن چیزی که بالاخره خلاف اصول دیپلماتیک باشه، خلاف اصول بین‌المللی باشه، ما آماده دفاع از کشور خود می باشیم. باز به تمام دنیا هم این اعلان می کنیم که افغان‌ها در رابطه با دفاع از کشور خودشان تجربه خیلی خوب دارن، اما جنگ به نفع هیچ طرف نیست. همزمان با این شمار از آگاهان مسائل سیاسی و نظامی به این باور هستند که سخنان غیر مسئولان پاکستان بر رابط کابل و اسلام آباد اثر بد خواهد گذاشت. که پاکستان باید لواسه سره نیکی هری که ولی دورت لازم ده شی بخبال سیاستونو که کتن و کمی پاکستانی ها متوجه شدند که این حمله طبعات بسیار سنگین و جبران ناپذیر به جانب پاکستان هم داره، از او خاطر عقب نشینی کردن و این به نفع دو طرف است. سخنان اخیر وزیر داخلی پاکستان با واکنش های تند حکومت سرپرست و چهره های سیاسی کشور روبرو شده است. پیش از این وزیر داخلی پاکستان گفته بود که بر بنیاد قوانین بین المللی اسلام آباد حق دارد با پایگاه های تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان حمله کند. خانه های رهایشی که 6 سال پیش در اثر پرتاب مادر بمب ها در منطقه مومندره ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تخریب شده بودند تا اکنون بازسازی نشدند. باشندگان این مناطق میگویند که به علت نبود سرپناه در خانه های کرایی و یا هم خانه های نزدیک ایشان زندگی می کنند و توان بازسازی خانه های خود را ندارند. آنان خواهان بازسازی خانه ها و تطبیق پروژه های توسعه‌ای از سوی امارت اسلامی هستند. نزدیک به 6 سال پیش در مامندره ولسوالی اچین ننگرهار دقیقا در همین منطقه بزرگترین بم یعنی مادر بم ها استعمال شد که دست کم 30 خانه را از تهداب تخریب کرد و ده ها خانه اطراف را نیز آسیب رسانید. دلتل جدا به ما مورد ده تقریبا دیش کورون را رند شویدی او خوشا که چه نور کورون ندی اغم خراب شویدی وستران. یو نیم کور را غلط ده باش نور و کورو ده وستا نشتا ده کورتی جوڑه گانه. ده یو نیم کوری نه تاسوی نه کور نشتا خیمه والی باشی نه تاٹولا نه پراتی خپره دیوی دیکی نه. یکانه رای مواصلاتی میان این روستا و مرکز ولسوالی خامه است و نزدیکترین مرکز درمانی نیز نزدیک به 8 کیلومتر از این روستا فاصله دارد. باشندگان محل میگویند که پس از گذشت نزدیک به 6 سال هنوز اثرات مادر بمها در این منطقه وجود دارد و برخی بیماری های برخواسته از این بم بر انسان ها، حیوانات و حتی فراورده های کشاورزی این منطقه اثر منفی گذاشته است. پول مرد پیروتا در بمو مول بجار کرد. یو پرتو کمک که اوکل دغه می واجاتم که مخ کې وکړ را بوته ونی سی بیرته را گزار کا انساني امراض دا به کچی په داس شکل سره چې سره شاه ته لیدلی نه راغلی دي د پوستکی مریستیاګانی ته د زنګنونو د خوګو مریستیاګانی د زړه مریستیاګانی یعنی بشمار مریستیاګانی چې په دې باندې مونږه یو اریزه ملل متحد تم کړی وای چې نیواک چې نیواتم رسولې و او ډیر زیات توان مونږ ته رسولې دي. با این حال مسئولان محلی برای باشندگان جنگ زده این منطقه وعده تطبیق برخی پروژه ها را دادند. مونږ غواړو چې د خپل ولسونو ته د همکارو مؤسساتو د لارې او هم د خپل بودیجې د لارې ورته خدمت وکړو. ولسوالی های اچین، سپینغر، هسکمینه، دوربابا، نازیان و ولسوالی های سیگانه خوگیانی از جمله مناطقی هستند که در زمان جنگ های گذشته به صدها خانه و تاسیسات عامه در آنها تخریب گردیده که شماری اندکی آن دوباره بازسازی شده اند. شمار از شهروندان کشور که در طبقه زیرزمینی بلاک های قصبه زندگی می کنند می گویند که شرکت توسعه ملی به تازگی از آن خواسته است که کرایه بپردازند. جزئیات بیشتر در گزارش. عبدالحی بیش از 20 سال زندگیش را در همین طبقه زیرزمینی بلاک های قصبه سپری کرده است. این پیرمرد 75 ساله میگوید که در اوضاع بد اقتصادی به سر میبرد و به مشکل میتواند برای خانواده‌اش نان پیدا کند. از مراقبت پیش کرد که برای مردم به زور خودشیسته بود. یعنی پیسه نمیته بود. یه تو نمیکره. ما چی زور داریم؟ ما غریب مردم هستیم. این را غصب نکردیم. زین نکردیم. به زور خود نگرفتیم. اینجا ما چهار سواشتیم که پرده ما شود. این باشندگان در اتاقهای کوچک شب و روزشان را سپری می کنند. شماری از آنان می گویند که امکانات زندگی در اینجا بسیار اندک است و نباید امارت اسلامی آنان را مجبور به پرداخت کرایه کند. یک سال یک نیم سال شد ما برق نداریم.
دنیمیش زندگی میکنیم. من سر اوست داغ آقا دا ایزر مقبت و رایستات آقا کرده چی دی کوتی پسر من 500 روپی را که منگا واسه نلارو چی واری کن. حقا سی جمع را میگه شب برای ما سر پناه بتا. ما هم کدام علاقه مندی ندانیم که دا این قسم جای زندگی کنیم. شرکت انکشاف ملی میگوید که این زیرزمینی ها مالکیت این شرکت هستند و این نهاد برای عملی سازی برنامه های توسعی نیاز به پول دارد. عواید خود اداره اینجا رو به تنزیل است که بنان تصمیم برمی شده که اداره تصمیم برمی گرفته که اینا اول باقیداری های اینا خدا تصفیه کنند و یا چندین بار حاضر شدند که ما کرایه میتیم از این به بعد. بر بنیاد آمارهای شرکت انکشاف ملی در زیرزمینی های بلاک های قصبه 147 اتاق وجود دارند که هم اکنون شماری از خانواده ها در آن زندگی می کنند. ادامه خبر 6. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش گفته است که در بیش از 1.5 سال گذشته کار 29 پروژه این بانک متوقف شده است. این بانک ارزش این پروژه ها را بیش از 4.5 میلیارد دلار گفته است. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که برای فراهم شدن زمینه کار برای شهروندان کشور نیاز است که بانک جهانی و نهادهای دیگر کارهای پروژه های ناتمامشان را تمام کنند. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش گفته است در حالی که افغانستان بیشتر وابسته به کمک‌های خارجی است، اما پس از تحول در ماه آگوست سال 2021 میلادی کمک‌های جهانی به گونه ناگهانی در این کشور متوقف شدند. در گزارش بانک جهانی آمده است که توقف کمک‌های جامعه جهانی اقتصاد افغانستان را به ویژه در بخش آموزش و صحت با بحران روبرو کرده است. متوقف شدن کمک ها و خشکسالی های جاری باعث افزایش عدم مسئولیت غذایی شد و 70% خانواده های افغانستان با نبود درآمد کافی برای فراهمسازی غذا و غیره مواد اولیه روبرو شدند. من فکر می کنم در همچون شرایط اساس که بیشتر از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی دارند دست به جرر می کنند، توقف فعالیت های مؤسسات امدادرسان و مؤسسات که میتونه در قسمت اشتغال زایی و کمک به مردم افغانستان خیلی مؤثر واقع شود، این میتونه فاجعه بار باشه. بر بنیاد گزارش بانک جهانی از ماه آگوست سال 2021 میلادی، بانک جهانی 29 پروژه را به ارزش 4.6 میلیارد دلار در افغانستان متوقف کرده است. وزارت اقتصاد از بانک جهانی میخواهد که کار پروژه های ناتمامش را در افغانستان از سر گیرد. تمویل و آغاز کار دوباره این پروژه های انکشافی می تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم گردیده و زمینه کار را برای یک تعداد از مردم کشور مساعد سازد. شمار از باشندگان پایتخت می گویند که به علت نبود کار با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. امنیت انشالله چی واقعا تامین ده و در اقتصادی مشکلات چی دی خلق دیر سنزمند دیور سرد. افغانستان فعلا 24-85% در فرق بیچارگی قرار دارد. پیش از این بانک جهانی گفته است که تولید ناخالص داخلی افغانستان نسبت به سالهای گذشته به مراتب کاهش یافته است و افغانستان در سال روان میلادی نیز این کاهش را تجربه خواهد کرد. رسیدیم به پایان خبرش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و به امید آینده بهتر.